با سلام خدمت دوستان عزیز، در خدمتتون هستم با جلسه سوم از آموزش کد نویسی ابزارک برای وردپرس. خب در این جلسه میریم سراغ اصل ماجرا، یعنی همون ساخت ابزارک. برای ساخت ابزارک لازمه کمی با برنامه‌نویسی شیگرا آشنایی داشته باشید، همونی که فکر کنم سه قسمت واسه آموزش برنامه‌نویسی شیگرا در پی اچ پی من واسهتون تو سایت فیلم گذاشتم، همون سه قسمت فکر کنم کافی باشه، یعنی کافیه واسه همین که بتونید در چیزایی رو که الان میگم متوجه بشید. چون ابزارک ها بر پایه یک کلاسی به اسم همین اسم، یعنی ویجت ساخته میشن، پس لازمه کمی از برنامه نویسی شیگرا بدونیم. مثلا خب فایل ابزارک ها رو ما میتونیم به صورت یک افزونه یا همون پلاگین، یا به داخل همون فایل فانکشنمون همراه به فایل فانکشن پوستمون همراه با پوست اونا رو منتشر بکنیم. خب تو حالت اول من از همون فایل فانکشن‌های داخل پوسته استفاده می‌کنم. فایل فانکشن پوسته رو باز می‌کنم، میرم اون آخرش، یا میتونید کداتون رو داخل همین فایل اضافه بکنید یا اینکه فایل دیگه بسازید. خب من یه فایل دیگه می‌سازم، اسمشو می‌ذارم کلاس، اسمشو می‌ذارم recent posts with get.php. خب اینو همراه پوستم میکنم. حالا شما دوست دارید داخل همین پوسته یه چیزی بنویسید، دوست دارید انتهای همین فایل فانکشن بنویسید، شما هر جای دیگه فرقی نمیکنه. من اینو حالا وارد چی میکنم، ببخشید requirements، من رو وارد یک فایل جدا میکنم، post get.ph. خب در ابتدای هم باید کلاسی بسازیم که از recent post اصطلاحاً باشه، یک کلاسی بسازیم که از کلاس ویجت مشتق بشه. یک کلاس بسازیم اسم کلاس، اسمشو میذارم تاکس ریسنت، باشد ریسنت پست ویدگت ویجت اکستند. از یک کلاس دیگه باید مشتق بشه به اسم WP widget. خب این تا اینجا یک کار. خب سه تا فانکشن اصلی هست که ما حتما باید بذاریم داخل اصطلاحاً این کلاسمون. اون سه تا فانکشن اصلی اینا هستن، پابلیک، البته چهار تا هستن، یکی کانسترانکت هست سازنده کلاس، فانکشن رو یادم رفت نویسم، پس یکی شد سازنده کلاس. اون سه تا فانکشن اصلی اینا هستن، پابلیک فانکشن فرم پابلیک فانکشن آپدیت. البته این آرگومان هم دارن، حالا ما اونا رو بعدا می نویسیم. public function widget. خب فرم چی کار میکنه؟ تاب فرم این واسه ما می سازه. ببینید هر اصطلاحاً هر ابزارکی یک نمایی داره، درسته؟ یک ظاهری داره در این قسمت. فرم اینجا رو واسه ما میسازه. آپدیت زمانیه که ما دکمه ذخیره رو میزنیم، این تابع اجرا میشه و داده های ارسالی از کاربر رو ذخیره میکنه. ویجت همون چیزیه که اصلاً تابع ویجت همون چیزیه که خروجی رو برای ما تولید میکنه، این رو، یعنی ببینید اینجا رو، این رو برای ما میخواییم دقیقا همین نوشته های تازه رو بسازیم. خود وردپرس این ابزارک رو داره، ما هم میخواییم اون رو اصطلاحاً اضافه بکنیم، خودمون هم میخواییم یکی اینش رو بسازیم. پس تابع ویجت خروجی رو واسه ما میسازه، تابع فرم داخل
بخش مدیریت رو واسمون تولید میکنه و تابع آپدیت هم خب وظیفه اینو داره. وقتی ما دکمه ذخیره رو زدیم اطلاعات رو تو دیتابیس ذخیره کنه. اینا آرگومان های خودشون رو دارن که سر فرصت در موردشون با هم صحبت میکنیم. خب میریم سراغ کانستراکت. خب دومین کاری که باید بکنید حتما باید انجامش بدید این هست، یک اکشنی هست، یک فانکشنی باید بسازیم واسه ثبت ابزارکمون داخل اصطلاحاً یه فانکشنی باید بسازیم واسه ثبت ابزارکمون داخل وردپرس. خب یک اکشنی ما اول میسازیم، اد اکشن. اگه اینجا پیکیت شده چرا من نام فانکشن رو نذاشتم؟ اول اکشن رو می‌نویسم بعد نام اونم می‌ذاریم. اکشنی که ما می‌خوایم بهش هوک کنیم مثلا قلاب کنیم اسمش هست ویجت اینیت. نام تابرم می‌ذارم تاکس ویجت اینیت. خب هر موقع که این ویجت اینیت زمانی اجرا میشه که وردپرس آماده سازی میکنه ابزارک ها رو، یعنی اصلا وارد حافظه شون میکنه، ما هم اونجا هوک میکنیم. تابعی که موقع استفاده کنیم برای ثبت ابزارکمون اسمش از register widget. خب یک پارامتر میگیره این register widget، نام این کلاسی هست که ما از wp widget اون رو مشتق کردیم، نام این کلاس رو بهش میدیم. پس تا اینجا چیکار کردیم؟ یک کلاسی ساختیم که از WP widget مشتق میشد. یکی که 4 تا تابع اصلی داره که construct که همون سازندش یه سری اطلاعات و لحظه‌ای که اصطلاحاً این کلاس ساخته میشه، یک وهله، یک نمونه ازش به وجود میاد. این تابع اجرا میشه، یه سری اطلاعات و داده ها رو ما اینجا میتونیم ارسال بکنیم. یکی تابع form هست که گفتیم چیکار میکنه، تابع update هست که برای ذخیره اطلاعات، و تابع widget که خروجی رو برامون تولید میکنه. خب این تا اینجا کار. میریم صفحه ابزارک‌های رفرش میزنیم، ببینید یک چیز خالی واسمون گذاشت. خب حالا ما باید بقیه اطلاعات رو اینجا وارد کنیم. واسه اینکه بتونیم اصطلاحاً چی رو اصطلاحاً سازنده کلاس رو اثار کنیم، سازنده کلاس مادر رو اثار کنیم. برای دسترسی به کلاس مادر از کلمه کلید پرنت اصطلاحاً ببخشید، برای دسترسی به کلاس مادر استفاده میکنیم. یک کلاس سازندش رو باشه، تابع سازندش رو فراخوانی میکنیم که 3 تا قسمت داره. خب آیدی بیسش رو بهش میدیم. آیدی بیس چی هست؟ ببینید حالا که بیاید سراغ اینا یک F12 بزنید اینجا، بیت سراغ یکی از این ابزارک رو ببینید، این همشون یک آیدی دارن دیگه، شما میتونید از اونها استفاده بکنید. اینجا هست آیدی این یکی مثلا recent posts هست آیدی این یکی. خب بریم سراغ آیدی مثلا وایگانی، بریم آیدی این چی. هر کدومشون ببینید که اون که دیو اصلی برید داخلش ببینید که اینا هاش دیو اصلی رو گیر بیارید ببینید یک آیدی داره. خب میتونید از اون اصطلاحاً استفاده بکنید. این آیدی این یکی آرکایوز هست، آرکایو. خب یک آیدی من اینجا بهش میدم که بخاطر اینکه هر ویجتی باید یک آیدی داشته باشه، باید یک آیدی بهش تعلق بگیره. اسم اینو من میذارم تاکس recent posts، آیدی که بهش میدم. یک نام هم باید بهش بدیم. نام چیه؟ این نام اینجا ظاهر میشه، اینجا ببینید مثل برچسب اطلاعات بایگانی. خب اسمشو میذارم نوشته های اخیر. حالا شما هر چیزی که دوست دارید بهش بدید. بگردیم گیرش بیاریم این کجا رفت. این آش نوشته های اخیر، ببینید اینجا ظاهر شد. مثل اینکه ببینیدش من اینو نمایانش میکنم، اینجاست نوشته های اخیر. خب آرگومان سوم ماجراش اینو میتونیم بدیم میتونیم ندیم. معمولا میان چون آرایه هست یک متغیر خارجی میسازن
اینجا یه متغیر میسازیم، اطلاعات درون رو می‌نویسیم، بعد متغیر رو می‌دیم به اون. به جایی که بیام اینجا بنویسمشون، از این متغیر استفاده می‌کنم، خیلی مرتب‌تر میشه. پس این آرایه رو من پاکش می‌کنم. خب اولیش کلاس نیم هست، ما به کلاس نیم ماجراش چیه؟ اگه بیاید به این صفحه اینجا به این ابزارک ها F12 بزنید، تو صفحه اصلتون برید سراغ اینها، همونطور که میبینید، خب ببینید اون آیدی بیس بود، ببینید همیشه، ببینید آیدیش اینجاست، ببینید آیدیشو داره، ریسنت پوستس، البته این مال همون خود وردپرسه. خب کلاسی که بهش میدیم اینجا ظاهر میشه، بعد از ویجت اینو من یکم بزرگترش کنم یه راحت تر ببینیدش دیگه. ببینید آیدی که اینجا ما مینویسیم، اینجا مثلا من نوشتم تاکس ریسنت پوستس که با مال وردپرس قاطی نشه، چون برای خود وردپرس ریسنت پست اینجا ظاهر میشه، بعد یک شماره همیشه خودش اتوماتیک میندازه بعدش. بعدش کلاس نیمی که ما اینجا مینویسیم، تو یه گفتیم که پارامتر سوم سازنده یه کلاس مادر این ویجت ها، یک آرایه میگیره. کلاس نیم اون چیزیه که اینجا ببینید ویجت تا اینجا میاد، کلاس ویجت، بعدش می‌نویسه چی می‌نویسه؟ می‌نویسه ویجت ریسنت. پس مال ما چجوری میشه؟ ما چی نوشتیم اینجا؟ هنوز چیزی ننوشتیم. میایم اینجا می‌نویسیم تاکس آر پی، تاکس آر پی مخففش می‌کنیم. حالا بهتره شما این کارو نکنید، من واسه اینکه تفاوت ایجاد بشه دارم این کارو می‌کنم، شما میتونید این کارو نکنید. اینجا پس اگه این باشه، اینجا خب نوشته ویجت recent entires، اینجا کلاسی که این واسه شون گذاشته به این شکل در اومده. حالا ما اگه اینجا نوشیم tax rp، اینجا ظاهر میشه، اینجا میشه به جای widget rp tax rp. مثلا یک کلاس بهتری بهش بدیم، کلاس رو مثلا بذاریم کلاس، مثلا کلاس، چون معمولا همیشه بین انتخاب آیدی و کلاس مشکلی همیشه واسه من پیش میاد، چون همیشه آیدی و کلاس شبیه هم میشن. خب حالا چی بنویسه که به اینا فرق باشه؟ میتونیم شبیه هم هم بذاریمشون، فرقی نمیکنه. تاکس ریسنت پست میتونید شبیه هم هم بذاریدشون، هیچ مشکلی نیست. اینم از این. مورد بعدی دیسکریپشن هست. دیسکریپشن چیه ماجراش؟ دیسکریپشن هر چیزی که داخل این بنویسید، باشه من اینو نبستمش، هر چیزی که اینجا بنویسید اینجا ظاهر میشه. تو بخش مدیریت برید، اینجا ببینید زیرشون نوشته داره مثل این، اینجا ظاهر میشه. خب ما میخوایم مال زیر مال خودمون همون نوشته های اخیر یک توضیحی داشته باشیم. اینجا میرسیم نمایش آخرین مطالب در سایت، ذخیره میکنم، رفرش میزنم، ببینید نمایش آخرین مطالب در سایت، دقیقا اینجا رو میخوام که توجه داشته باشید. ببینید نوشته های اخیر که میشه این اینجاست، و این هم که اینجا نمایش آخرین مطالب سایت. خب این هم از این تا اینجای کار. مقدمات ابزارکمون رو اصطلاحا ما آماده کردیم. خب حالا بریم سراغ فرممون، میخواییم فرمش رو بسازیم دیگه، اصطلاحا میخواییم اضافهش بکنیم به ستون کناری. این نوشته های تازه رو من از بین میبرم، پاک کردم. این نوشته های اخیر خودمون رو میبریم اون بالا میذاریم. خب هیچ چیزی نداره، باید اینو حالا تکمیلش بکنیم. اولین جایی که من همیشه شروع میکنم فرم هست. خب یک آرگومانی میگیره به اسم اینستنس، حالا شما هر چیزی دوست دارید میتونید بنویسید. آرگومان ها ماجراشون اینه که هر چیزی که دوست دارید میتونید بنویسید. میتونید بنویسید آرگز، میتونید بنویسید آپشنز. من معمولا مینویسم آپشنز، حالا شما هر چیزی که دوست دارید مینویسم OPT آپشنز. حالا تو کد ها اگه تو اینترنت بچرخید همیشه مینویسن اینستنس، یک وهله. من عادت دارم از آپشن، این بیشتر بهش میخوره، حالا خودتون هر جور که راحتید. من هم واسه اینکه هماهنگ بشیم با آموزش‌هایی که داخل اینترنت هست می‌کنیمش اینستنس. اینستنس. خب این از این. خب می‌خوایم یک فرمو نشون بدیم در خروجی دیگه.
درسته؟ خب من یک تگ بستن PHP رو میزنم، تگ باز شدنش. خب یک تگ پی میذارم، همیشه میخوایم تگ اینپوت بذاریم، همیشه بذاریدشون تو پی، با پی تو تگ پی هم جداشون بکنید که فاصله ها درست رعایت بشه. یک لیبل واسش درست میکنم و یک تگ اینپوت. خب لیبل رو می‌نویسیم عنوان، می‌خوایم یک عنوان بدیم به استراحت چی، عنوان می‌خوایم یه چیزی بنویسیم، کاربر وقتی اون عنوان رو می‌نویسه اینجا بنویسه نوشته‌های تازه مثلا اینا رو ظاهر بشه، اینجا مثلا این یه عنوان دیگه، این یه عنوان دیگه، ولی ما هم باید یه عنوان داشته باشه دیگه، خشک و خالی که نمیشه. خب برمیگردیم باشه کد نویسی. خب نوعش رو می نویسیم تکست، یک آیدی می خواد و یک نیم می خواد. خب حالا اینا رو یکی یکی من بهتون میگم چه جوری باید بهش بدیم، تا اینجای کار یه نگاهی بهش بندازیم. خب عنوان، ببینید عنوان اینا سر تا سریه، اگه بخوایم سر تا سرش بکنیم باید چی کار بکنیم؟ کافیه یک کلاس بهش بدیم، باشه یک ولیو هم داره، یک مقدار هم داره دیگه، مقدار. خب حالا یک کلاس هم بهش میدم، کلاسش رو میذاریم وایت فت، چاق بزرگ، عریض، خیلی عریض. ببینید مولاین هم اینجوری شد. پس کافیه واسه اینکه بتونیم این تگ اینپوتمون رو سر تا سری بکنیم فقط کافیه کلاس وایت فت بهشون بدیم، همین. خب این لیبل هم خب میدونید یه جوری باید باشه، معمولا یک خاصیتی داره به اسم فور، تو خاصیت فور آیدیه اون اینپوتی رو بهش میدیم که وقتی میخوایم روی این لیبل کلیک شد فوکوس بره داخل، یعنی وقتی من روی این کلیک کردم این نشانگر بیاد خودش داخل این کاد قرار بگیره. خب یک تگ بزرگتر کوچکتر. خب کلمه کلیدی دیس به شی جاریش، به کلاس، به قول معروف به شی جاری اشاره میکنه، به کلاس اشاره میکنه. کلاس ما یک کلاس یعنی WPVGet، خب یک متدی داره به اسم get field id. ببینید اینا هاش درسته، یک خب یک این get field id چیکار میکنه؟ ببینید ID چیایی که داخل اینجا ساخته میشه، مثلا یکی از اینا رو باز بکنید، مثلا همین جستجو با اینسپکتر انتخابشون بکنید. ببینید اگه نگاه بکنید آیدیاشون چیزای خاصی، مثلا وایت ویجت سرچ دو تایتل عدد دارن، چون ممکنه کاربر چند تا بیاد بذاره، این عددا رو خود وردپرس کنترلشون میکنه. واسه همین ما بعد از همین تابه هایی که وردپرس گفته مثل گت فیلد آیدی اینا استفاده کنیم، فقط نامو می نویسیم تایتل، درسته؟ میخوام اسم این اسمش اینپوت رو بذارم تایتل دیگه، اینم همین همین واسش می نویسم. echo this get field id. خب آیدیش میخوام چی باشه؟ تایتل باشه دیگه، درسته؟ حالا اگه برید تو خروجی نگاه بکنید، ذخیره میکنم، رفرش میزنم، F12 بزنید، تو خروجی نگاه بکنید ببینید یک حالت خاصی بهش داده. بریم بالا ببینید خودش نوشته، ببینید آیدی ویجت تاکس ریسنت پست دو تایتل، این شماره دوم خودش شماره بهش داده اینجا گذاشته، درسته؟ عنوانم هم همین شکل میزنم راحت میاد داخل این. حالا عنوانم اینجا ما فور و فلان واسه چی نکردیم، اکو ننوشتیم، باشه اکو من اینجا بنویسم. خب حالا آیدی این داخل خصوصیت فور این یکی هم هست، حالا خیلی راحت ببینید هر موقع من رو این کلیک میکنم خودش نشانگر میاد داخل. پس ما با استفاده از این متد get field id خیلی راحت میتونیم آیدی المان هامون رو ست بکنیم بدون اینکه نگران باشیم که با هم قاطی بشن. وردپرس اعداد رو واسه ما میذاره. خب نیم چی؟ نام، نام رو هم خیلی راحت همین شکل اکو کلمه کلیدی دیسک که به شی جاری اشاره میکنه، به کلاس جاری اشاره میکنه، get field name. ببینید متدی داره به اسم get field name، همون تایتل رو بهش میدم، تایتل نامش هم میشه تایتل دیگه. حالا اگه من رفرش بزنم با اینسپکتر انتخابش بکنم،
بذارید بازش بکنم، با اینسپکتر انتخابش بکنم، ببینید که نامش هم شده ویجت تاکس ریسنت پست 2 تایتل. ببینید پس نام و آیدی رو ما به این شکل خیلی راحت میتونیم واسه فیلدامون ست بکنیم. خب میمونه ولیو و اینا. خب ما اول باید اینو ذخیرهش بکنیم یا نه؟ خب موقعی که دکمه سیو زده میشه تابع آپدیت اجرا میشه برای ولیو. خب حالا ما میام اینجا چیکار میکنیم؟ اولی که میام اینجا اینستنس، اینستنس همیشه مقدارهایی که از قبل ذخیره کرده کاربر، یعنی وقتی دکمه سیو میزنیم ذخیره میشه. موقعی که وردپرس میخواد این فرم رو بازسازی کنه، واسه اینکه برنامه‌نویس دسترسی داشته باشه به داده های ذخیره شده، به تنظیماتی که از قبل ذخیره شدن، همه رو می‌ریزه داخل این پارامتری که ما بهش معرفی میکنیم که اینجا ما اسمش گذاشتیم اینستنس. خب واسه اینکه مطمئن باشیم پارامترهایی که ما میخواییم داخلش هست یا نه، از قبل باید یه سری پارامتر رو توش ذخیره بکنیم. واسه این کار میان از این روش استفاده میکنن، میگن اینستنس برابر است با یک تابعی است به اسم WP Args. ببینید یک تابعی است به اسم آرای مرج. ما میتونیم یک آرایه رو توی یک آرایه، این چیزی که برمیگه این اینستنس وردپرس به صورت آرایه داده ها رو توش ذخیره میکنه. یعنی اگه ما بخوایم دسترسی داشته باشیم به تایتل باید اینجوری بنویسیم. خب به این روش باید استفاده بکنه. حالا واسه اینکه مطمئن باشیم از قبل داده ای توش هست، میاد از این روش استفاده میکنیم. میایم بگیم تابعی است به اسم WP Parse Args. این چیکار میکنه؟ دو تا آرایه رو داخل هم ترکیب میکنه. آرایه اولو اینو بهش میدیم، تبدیلش میکنیم به آرایه اینستنسو به این شکل. خب تو آرایه دوم یک آرایه خودمون بهش میدیم تو پارامتر دوم. خب یه مقداری هم بهش میدیم به اسم مثلا تایتل خالی. خب این چی کار میکنه واسه من؟ خب این آرایه سمت راستو خب ترکیب میکنه با آرایه سمت چپ داخل این پارامتر دوم. یعنی پارامتر اولو ترکیب میکنه با پارامتر دوم. چه اتفاقی میافته؟ اگه ببینید مثلا الان اینجا من فقط تو آرایه سمت راستم فقط یک چی دارم، یک عضو دارم به اسم تایتل. اگه تایتل تو این آرایه سمت چپ بود که هیچی کاریش نداره، دستش نمیزنه. اگه نبود این تایتل رو اضافه میکنه و این مقدار رو هم میذاره توش. الان خالیه، مقدار خالی ما گذاشت، اصلا من یک بذارم مقدار یک رو میذاره توش. خب پس چی شد؟ ما میایم این اینستنس رو اول مطمئن میشیم آرایه است یا نه، میایم کاستینگ میکنیم. یعنی اگه بخوایم یه چیزی رو با آرایه تبدیل کنیم، کافیه قبلش یک علامت پرانتز باز و بسته بذاریم، بنویسیم آرایه و جلوش ناممون متغیر رو بذاریم که وردپرس باشه، پی اچ پی رو تبدیل کنه به آرایه. بعد از اون این پس WP Parse Args همون کار تابع آرای مرج رو واسه ما انجام میده. دو تا آرایه رو با هم ترکیب میکنه. ما میایم اول این اینستنس رو با آرایه تبدیل میکنیم، بعد میایم اینور میگیم این آرای دومی رو ترکیب کن باش. اگه چیزایی که تو این آرایه هست اینور بود که هیچی، اگه نبود اینا رو به جاش بذار. خب حالا من همیشه اینجوری خیالم راحته که یک تایتلی هست، یعنی به این شکل همیشه اینو وجود داره، اینستنس تایتل رو وجود داره، من خیالم راحته اینو همیشه هستش، درسته؟ حالا میتونم بیام تو ولیو اینو اینجوری بنویسم اکو اسکیپ اتریبیوت. حتما این اتریبیوت رو انجام بده چون میخوام توی اتریبیوت بنویسیم. خب اینستنس تایتل خیلی راحت. واسه اینکه کدتون کوتاه‌تر بشه میام این کارو میکنیم. چیکار میکنیم؟ همه اینو بردارید، ببینید خیلی راحت تمام اینو انتخاب میکنم، میام این انتها اینجا یه تایتل میسازم، یه متغیری به اسم تایتل برابر است با این کدو میذارم اینجا escape attribute instance title بره تو این. خب حالا خیلی راحت از این ور اینجا اینجوری می نویسم اکو ببخشید اکو تایتل. خیلی راحت. پس این هم از تایتل ما به این شکل. خب این تا اینجا یه کار. حالا وقتی که کاربر میاد دکمه سیو رو میزنه چی؟ وقتی میاد روی دکمه سیو کلیک میکنه، خب اطلاعات میره واسه سرور، این به صورت اجکس اجرا میشه.
به صورت اجکس اطلاعات میره واسه سرور. خب سرور میاد همه کارا رو انجام میده، همه اطلاعات رو میکشه تو حافظه و بعد این تابه آپدیت رو احضار میکنه واسه ذخیره کردنش. این تابه دو تا آرگومان داره، خود وردپرس اینا رو مقدارداری میکنه، ما فقط کافیه بنویسیمشون. یکی به اسم نیو اینستنس، یعنی اصطلاحا داده های جدید، اطلاعات جدید، تنظیمات جدیدی که کاربر نوشته داخل این، اینجا یه چیزی نوشته حالا دکمه سیو زده فرستاده شده واسه ما. یکی هم به اسم اولد اینستنس، اولد اینستنس، یکی هم داده های قدیمی، درسته؟ یکم داده های قدیمی اینجوری برای ما ارسال میشه. خب خب تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که یک متغیر شما حتما اینجا بسازید، هرچی دوست دارید اسمش بذارید، آپشن اینستنس یا هرچی اینستنس. خب اینو ما ریترنش میکنیم، ریترن، یعنی ما داده هامونو باید داخل یک فرمت آرای مانندی ذخیره بکنیم و بعد ریترن بکنیم که اون چیزیه که وردپرس از ما میگیره و تو دیتابیس ذخیره میکنه. تو مرحله اول من میام میگم این چیزی رو اینستنس، خب داده های جدیدم برابر است با داده های قدیمی اولد اینستنس، خب داده های فعلی اون چیزی که الان میخوام داشته باشم برابر با داده های قدیمی، خب داده های جدیدو میخوام توش بارگذاری کنم. واسه اینکه مطمئن بشم داده های جدید من همه چی داخل، حالا اینو زیاد پیچیده‌اش نمی‌کنم، من همینجا اینجوری جلو میریم. خب اینو من پاکش میکنم، ببخشید، اینجوری میام می‌نویسیم که اینستنس داده هایی که الان نیاز داریم برابر است با، خب چیزایی که گفتیم کاربر ذخیره کرده و فرستاده تو نیو اینستنس ذخیره میشه دیگه. میام اینا رو باید حتما یه کاری بکنیم که دیتابیس رو یارو دستکاری نکنه، یعنی باید اسکیپشون بکنیم. پس دو حالت دارید، یا باید از این روش استفاده بکنید، اول قبلش باید حتما WP رو گلوبال کرده، از همون تابه های سانیتایزی که قبلا یاد گرفتیم استفاده بکنید، یا استریپ تگز بزنید، استریپ تگز، خب از اون داده های PHP استفاده بکنید، یا از تابه‌های خود وردپرس سانیتایز، سانیتایز تکست فیلد. اینا رو معرفی نمی کنم چون قبلا معرفیشون کردم، میدونید که چی کار میکنه سانیتایز تکست فیلد، قبلا تو ساختن تم تو وردپرس گفتم. این همون کار استریپ تگز و اینا رو انجام میده، اون اگه علامت نقل قولی تو چیزی تو رشته هست اونا رو از بین میبره و خیلی کارهای اگه تگ داره، اگه علامت های تگ مثل HTML و اینا توش هست، تگ های HTML تو رشته هست اونا رو از بین میبره، رشته رو آماده میکنه که به اصطلاح امنش میکنه که به راحتی تو دیتابیس ذخیره بشه. خب گفتیم که داده ها داخل نیو اینستنس ارسال میشن برای ما دیگه، درسته؟ خب فکر کنید این همین پسته، فکر کنید اینجوری ارسال شده واسهتون، خیلی راحتش کنم واسهتون، فکر کنید اینجوری واسهتون اومده، تایتل هم گفتیم نام این چی تایتل دیگه، این فکر کنید اینجوری واسهتون اومده پست تایتل، فقط کافیه به جای این پست این اینو بنویسید نیو اینستنس، درسته؟ خب حالا رفت، در انتها اینو ریترنش کنید، ریترن اینستنس، اینو برگردونه که تو وردپرس تو دیتابیس ذخیره اش کنه، همین، خیلی راحت. حالا من اینو رفرش میزنم، یه چیزی اینجا مینویسیم مثلا مهدی تاکس اینتر میزنم، خب حالا به این شکل در میاد، ارسال میشه، داده ها میره بالا و در نهایت بعد از اینکه تو دیتابیس ذخیره شد ما میتونیم اصطلاحا استفاده کنیم. خب یک بار دیگه ما اینو نگاهی میندازیم که خیالمون راحت باشه که همه چی اصطلاحا درست ذخیره شده. ما میتونیم راحت استفاده بکنیم. خب اول در ابتدا گفتیم که اینا رو ما به این شکل، این صفحه رو فقط کافیه شما یک رفرشی حتما بزنید، حتما صفحه رو رفرشش بکنید که درست همه چیز ذخیره بشه که بتونید راحت استفاده بکنید. خب حالا یه بار دیگه میام دقیقا چی شد، از اول برمیگردیم، یک کلاس ساختیم، یک اکشنی ساختیم به اسم ویجت اینیت، اونو وصلش کردیم به فاکشن خودمون، بعد از اونجا با تابع رجیستر ویجت اون ویجتمون رو کلاسی که برای با از WP ویجت مشتق شده بود رو بهش معرفی کردیم، اومد اینجا. خب
یک آپشن ساختیم به اسم کلاس نیم که گفتیم دقیقاً کلاسیه که موقعی که ویجت ها تو خروجی ساخته میشن یک کلاسی دارن دیگه، اون تگ دیوشون کلاس داره که این کلاس بهش تعلق میگیره. اینجا یک ای هم کم داره، خوب شد دیدیمش. ریسنت پست دیسکریپشن همون چیزیه که اینجا ظاهر میشه، اینجا موسمو دارم تکون میدم اینجا ظاهر میشه. تاکس ریسنت پست همون آیدیه که به هر دیو تعلق میگیره، این هم خب عنوانشه معلومه. اینجا گفتیم آرایه همینه دیگه، این آرایه رو میدیم اینجا بهش تعلق میگفتیم. هر کلاس ویجت سه تا تابع مهم داره، یکی فرمه که این فرم اینجا رو میسازه واسمون، یکی تابع آپدیت که تنظیمات رو ذخیره میکنه درون خودش، و یکی هم تابع ویجت هست که خروجی رو برای ما میسازه. امیدوارم از این جلسه هم استفاده لازم رو برده باشه. جلسه آینده ادامه میدیم کارمون رو و تکمیل میکنیم ویجت نمایش آخرین پست ها رو برای سایتمون.